با رضا غیبی روزنامه‌نگار اقتصادی گفتگو می‌کنم. آقای غیبی سلام به شما. دوباره شاهد ثبت رکورد‌های تازه در بازار ارز و طلای تهران هستیم. بیشتر از شما بشنویم در مورد این خبر. بله، در مورد قیمت دلار بد نیست بگم که همین الان استعلامی که کردم تقریبا دلار داره به 61 هزار تومان نزدیک میشه. از 60 هزار و 800 تومان قیمت دلار در بازار تهران عبور کرده. اینم نشان دهنده تداوم نگرانی هاست، نگرانی فعالان بازار و سرمایه گذاران و حتی تولید کنندگان نسبت به ترکیبی که برای مجلس انتخاب شد. افرادی که هیچ گونه سابقه ای ندارن، روی کردشون مشخصه در حوزه سیاست گذاری، در واسه مسائل اجتماعی و سیاسی. این خودش یک نگرانی رو دامن زده. در کنار این نگرانی جدیدی که ایجاد شده، خب عوامل دائمی و همیشگی هم کماکان وجود داره. افزایش تقاضا در روزهای پایانی سال و مسائل دیگری که تأثیر میذاره بر بازار ارز، همه اینها دست به دست هم داده که امروز احتمالاً 61 هزار تومان رو هم دلار ببینه و پیش بینی اینه که تا پایان سال این روند کماکان ادامه دار خواهد بود و تأثیر اون رو در معیشت همین امسال خواهیم دید و اون کاهش تقاضا بیشتر، کاهش مصرف و کاهش تقاضا در بازار، کاهش روند خودش رو ادامه خواهد داد. به شدت هم آقای غیبی شاهد کاهش قدرت خرید مردم، گسترش فقر در جامعه هستیم که در پیام‌های بینندگانمون هم ابعاد مختلفش رو شنیدیم. دلیل بروز این وضعیت چیه؟ اختلافی که بین درآمد و هزینه ایجاد شده دلیل اصلی که خب ریشه‌اش هم همین تورمه، ولی اگر بخوایم فراگیریش رو متوجه بشیم، همین کمک هزینه و کمک سبد معیشتی که در قالب کوپن الکترونیکی تا اردیبهشت سال آینده تمدید کردن 250 هزار تومان به ازای هر نفر، فراگیری این بیش از 61 میلیون نفر. این به ما نشون میده که 61 میلیون نفر از مردم ایران، از 85 میلیون جمعیت ایران، نیازمند دریافت این هستن تا بتونن حداقل‌های معیشتی خودشون رو تامین بکنن. در حوزه تامین کالا هم می‌بینیم رسانه‌های رسمی در ایران اعلام می‌کنن لباس رو دارن با چک کارمندی می‌فروشن، یا خود وزارت صمت وام 20 میلیون تومانی برای خرید مایحتاج عید رو در نظر گرفته داره پرداخت میکنه. فروشگاه‌های بزرگ روی آوردن به فروش قسطی، حتی اقلام غذایی و گوشت رو هم قسطی میفروشن. تمام اینها داره نشون میده که کاهش تقاضا وجود داشته و با توجه به همین کاهش تقاضا، افزایش قیمت‌ها باز هم مردم رو از دسترسی به حداقل‌های خودشون دور نگه داشته. رضا غیبی روزنامه‌نگار اقتصادی، بسیار ممنونم از توضیحات.